و نوبت میرسه به چند گزارش از ایران. روزنامه توقیف شده روزگار در آخرین شماره خود از ستاره دار شدن چند دانشجوی دیگر و تشدید اعمال محدودیت‌های گزینشی در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد. در سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، تعدادی از دانشجویان از دانشگاه اخراج شدند و یا موفق به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نشدند. امشب مثل دیگر شب‌های جمعه کوروش ساعتی با ماست و درباره این مسائل گفتگو خواهیم کرد. خب کوروش، بگو چند دانشجو ستاره دار شدن؟ پریسا، همونطور که گفتی روزنامه روزگار در آخرین شماره خودش که دوشنبه بود گزارشی داشت در این ارتباط و خب با نشریه شهروند امروز توقیف شد. هر دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات بررسی میکنه و هر از چندگاهی چند نشریه توقیف میشن. در این گزارش اومده بود که 100 نفر از داوطلبان کنکور مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد وقتی مراجعه کرده بودن به سایت این دانشگاه و یه سریشون هم مراجعه کرده بودن به دفتر دانشگاه آزاد در خیابون پاسداران، متوجه شدن که هیچ اسمی از اونها وجود نداره در اونجا و در واقع رد گزینشی شدن. خیلی از دانشجوها بودن سالهای پیش در دانشگاه دولتی با وجود اینکه نمره خوبی می آوردن نمیتونستن در مقطع کارشناسی ارشد شرکت کنن و ترجیح میدادن برن در دانشگاه آزاد شرکت بکنن. امسال میبینیم که این روند در دانشگاه آزاد هم شروع شده و همونطوری گفتم 100 نفرشون امسال بدون هیچ در واقع دلیل مشخصی بهشون اعلام شده که نمیتونین شرکت کنین در آزمون کارشناسی ارشد. خب دلیل اصلی این محرومیت از تحصیل چیه واقعا؟ خب همین روزنامه روزگار یک مصاحبه با چند نفر از این دانشجو داشته. یکی از این دانشجو که دانشجوی رشته علوم سیاسی هم بوده گفته که من و یک سری از دوستام شامل این امر شدیم و تنها دلیلش هم این بوده که ما عضو انجمنهای دانشجویی بودیم در زمانی که در مقطع کارشناسی بودیم. و جالب اینجاست که یک دانشجوی دیگه هم در گفتگو با این روزنامه گفته که اصلا من خودم هیچ گونه فعالیت سیاسی و یا عضویت در گروه‌های دانشجویی هم نداشتم، بلکه یکی از بستگانم مدتی در زندان اوین بازداشت بوده و به خاطر این دیده میشه که من در واقع گزینش منو رد کرده و نذاشته که من ادامه تحصیل بدم. جالب اینجاست که یک نماینده مجلس، علیرضا سلیمی، نماینده دلیجان که عضو اصولگرای مجلس هست، گفته که کسایی که در مسائل سیاسی آتش بیار معرکه میشن و جلوی نظام قرار میگیرن و براندازها و کسانی که در فتنه 88 دخیل بودن به هیچ عنوان حق دانشجو بودن چه در دانشگاه دولتی و چه در دانشگاه آزاد رو ندارن. تمام این محرومیت از تحصیل ها در شرایطی ما اخبارش رو میشنویم که مقامات دولتی ایران رسما میگن که ما هیچ گونه هم ستاره دار شدن دانشجو در ایران نداریم و دانشجو آزاد هستن تا ادامه تحصیل بدن. خب جدا از مسئله ستاره دار شدن دانشجو، در هفته که گذشت چه مورد مهمی در مورد فعالان دانشجویی وجود داشته که میشه الان بهش اشاره کرد؟ یک نکته ای بود که خیلی سر صدا کرد، یک دانشجویی که هیچ سابقه فعالیت سیاسی هم نداشت به نام گنجی خیبری، دانشجوی 22 ساله دانشگاه علمی کاربردی تهران بود که به تازگی از زندان اوین آزاد شده بود و خودکشی کرد در شب 10 شهریور. خانواده آقای گنجی گفتن که ایشون هیچ گونه سابقه افسردگی یا بیماری یا اینها رو قبل از بازداشتش نداشته و در واقع ایشون روز 9 مرداد همراه با کوهیار گودرزی که یکی از فعالان شناخته شده دانشجویی هست و یکی دیگه از دوستانشون در تهران بازداشت میشن و بعد از 8 روز آزاد میشه. البته الان کوهیار گودرزی همچنان در زندان هست همراه با مادرش پروین مختره که در کرمان بازداشت شده و همچنان در وضعیت بلا تکلیفی قرار دارن و مشخصی است که در این 8 روز بر ایشون چه گذشته. البته خبرهایی بود که آقای تحت فشار گذاشته بودن آقای گنجی رو که در ارتباط با کوهیار گودرزی اعترافاتی داشته باشه که ایشون هم نپذیرفته، ولی در این 8 روز شدت فشارها بر او انقدر بوده که اومده بیرون و خودکشی کرده. این خبر بود که باعث بهت در جامعه دانشگاهی ایران شد که یک کسی که هیچ سابقه فعالیت سیاسی هم نداشته بدین روز دچار میشه. و الان اخبار مهم دیگه هم در ارتباط با دانشجویان، همونطور که میدونی احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گزارش نهاییشو داره تکمیل میکنه که به مجمع عمومی سازمان ملل بده و مرتب نامه‌هایی فرستاده میشه، مثل نامه دکتر ملکی که دیروز بود
و خانم شبنم مددزاده دانشجوی زندانی هم یک نامه‌ای نوشت در هفته گذشته خطاب به احمد شهید و گفتش که باید جهان رو از مظالمی که در ایران بر زندانیان سیاسی میره شما آگاه بکنید و مانع تداوم این بیدادگری ها بشید. خطاب به احمد شهید گفته. فرزاد مددزاده دانشجوی دیگه که برادر شبنم مددزاده هست، ایشون هم در زندان هست و هر دوتاشون به 5 سال زندان محکوم شدن. آقای مددزاده الان 2 ماهه که از زندان رجای شهر فرستادنش به زندان اوین همراه با کسایی مثل بهروز جاوید ترانی و هیچ خبری از اونها در دست نیستش و مشخص نیست که اصلا اونها چیکار میکنن. و نکته آخرم من اشاره بکنم، بحث تفکیک جنسیتی هست در دانشگاه. میدونی که سال تحصیلی جدید در دانشگاه داره آغاز میشه، فردا از دانشگاه امیرکبیر شروع به کار میکنه و خب تا 2 هفته دیگه اکثر دانشگاه ایران شروع به کار میکنن و بازگشایی میشن. جالب اینجاست که دانشگاه امیرکبیر رئیس دانشگاهش گفته بود که ما هیچ طرحی برای تفکیک جنسیتی نداریم در سال جدید، اما در گزارش که دانشجو نیوز داده گفته که بسیاری از دروس پایه و عمومی و کارگاه ها و آزمایشگاه ها شامل طرح تفکیک جنسیتی میشن. همزمان خبرهایی بوده که در دانشگاه علامه، دانشگاه یزد، صنعتی شریف و دانشگاه مازندران هم همچین موضوعی پیش خواهد اومد. ممنون از تو کوروش عزیز. به دنبال برنامه توجه بفرمایید. مرسی کوروش.